سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در جمع. عذرخواهی میکنم بابت این تأخیری که به وجود اومد. جواد ارجمندی هستم، دیولپر اندروید در شرکت ویب تونز و یه دو سه سالی هست کار اندروید میکنم. جونیور محسوب میشم از نظر لول اسکیل، ولی خب حالا بپس MVVM یکی یه چالشی بود، کلا معماری نرم افزار یه چالشی بود که واسه یه پروژه جدیدمون به وجود اومده بود که می‌خواستم ببینیم چه معماری باید استفاده کنیم براش. و بعد از اینکه من چند تا حالا معماری رایج MVP MVC چند تا از ارائه‌های همین دوستان که تو یوتیوب گذاشته بودن رو دیدم، داشتم میگشتم و با MVP هم آشنا شدم و به نظرم جالب اومد و این آقا در موردش خوندم و توضیحات اول در مورد معماری بدم، کلا آرکیتکچرال پترن یا پترن معماری که اصلا چی هستش، که حالا MVVM یه بیه جور آرکیتکچرال پترنه. بهشون اگه وبلاگ ری وندربیش رو دنبال کرده باشین یه مقاله‌ای داره در مورد دیزاین پترنایی که توی اندروید استفاده میشه و به آرکیتکچرال پترن که بهش میگیم پترن معماری، پترن بیهیویرال هم میگه، یعنی پترن رفتاری، یعنی رفتار در افراد چگونه باید باشه. خلاصه یعنی تو برنامه‌نویسی اگه بخوایم میگیم که هر کلاسی مسئول چه کاریه، خیلی ساده بخوایم بحث رو کنیم باش. آرکیتکچرال پترن یه چیزی شبیه به دیزاین پترن اونطور توی یه اسکوپ خیلی بزرگتری رو در بر میگیره و بر نقش هر کلاسی پاسخگو خواهد بود و کمک میکنه که نرم افزارمون رو به یک روش قراردادی دیولپ کنیم. یه قرارداد میکنیم که آقا ویو میخوای بنویسی تو اندروید، ویو میخوای بنویسی به این روش بنویسش، مثلا مدل میخوای بنویسی به این روش بنویس، مثلا چون ریکوست های رست تو میخوای بزنی اینجا جاشه. و این قراردادها باعث میشه که کارکردمون راحت بشه. در مورد MVVM این عکس توی MSDN هست. اول در مورد MVVM بگم که MVVM اولین بار در Windows Presentation Foundation در واقع مطرح شد، یعنی جایی که مربوط به مایکروسافت است، برای برنامه‌نویسی ویندوز استفاده میشه و برنامه‌نویسی تحت .NET از زبان‌های تحت .NET در واقع رشد کرده. و این عکس رو هم من از یکی از دکومنت های همون مایکروسافت برداشتم. تقریبا دقیقا کل معماری اپ که همین چیزی خواهد بود. یه دونه تو وی بایندینگ خواهیم داشت که چیزی هست که تجربه فرانت اند کار کردن هم داشته باشه، با انگولار جی اس کسی آشناست؟ خب از که همه اندرویدیم. تو وی بایندینگ توی خیلی از فریم ورک های جاوا اسکریپت خیلی مفهوم جا افتاده ای هست. اینجوریه که کلا توی برنامه‌نویسی رخدادگرا یا ایونت دریون این بحث مطرح میشه. تو وی بایندینگ یک کانسپتیه که میگه که هر موقع در واقع شما یه دونه مدل دارین، یه دونه ویو دارین و مدل شما در واقع لاجیک شماست، در واقع یه چیزیه که یه کاری باید انجام بده، یه تیکه کد که باید یه کاری انجام بده و ویو شما چیزی که یوزر میبینه. ایده اینه که اگه مدل عوض شد بلافاصله یو آی آپدیت بشه، اگه ویو عوض شد بلافاصله مدل آپدیت بشه. به این اوورلپ، به این کانجاکشن میگن تو وی بایندینگ یا بایندینگ دو طرفه. بایندینگ هم واژه فارسیش انقیاد، یعنی چسبوندن دو چیز به هم میشه گفت. که سیستمش اینجوری دیگه، اون قسمت ویو با ویو مدل اینجوری اصطلاحاً بایند میشه و ویو مدل با بایند ارتباط داره و در واقع ویو مدل در واقع وظیفه اون تو وی بایندینگ رو بر عهده داره. سازوکار کلی اینجوریه که ما قسمت لاجیک اپمون رو توی مدل می‌نویسیم و از طریق ویو مدل با ویو ارتباط برقرار می‌کنیم. ولی چه جوری رو توضیح میدیم. اول از مدل شروع کنیم. مهمترین نکته در مورد مدل اینه که مدل پوجو نیست. پوجو میدونی چیه؟ Plain Old Java Object.
مدل های MVC چجوری می نوشتیم؟ با MVC کار کردیم حتما. یه سری مدل داریم که صرفا دیتا مدله، یعنی فقط دیتا قراره هولد کنه، و می اومدیم توی این مثلا یک مدلی یا اسکیمایی درست می کردیم از دیتایی که قراره داشته باشیم، و با اون دیتا حالا می اومدیم یه چیزایی توش سیو می کردیم، یه چیزایی از توش می خوندیم و کارمون رو باش انجام میدیم. مدل توی MVVM اصلا اونجوری نیست. مدل یه مفهوم خیلی وسیع تریه، در واقع دیتا رو نگه میداره ولی لزوماً تولید کننده یا پرووایدر دیتا نیست. و اینکه میگم مفهومش خیلی وسیع تره، یه مثال بخوام بزنم، با والی اوکی HTTP رتروفیت کار کردین حتما، درسته؟ این در واقع استفاده از این لایبرری ها در واقع یه جور در واقع توی بخش توی لایه مدل منیج میشه توی MVVM. اینجوری نیست که دیگه بریم کنترل. مدل در واقع یه ترکیبی از مدل و کنترل، یه سری از توی مموری MVC اگه بخوام مقایسش کنم، حالا جرزر بهش میرسیم. ویو چیه؟ ویو در واقع همون فایل های استاتیک XML و اکتیویتی های ما هستن که توی فایل های مثل XML یا همون اکتیویتی یا جاوا اکتیویتی همون که استفاده میکنید برای نشون دادن ویو ها توی اندروید در واقع اصلاح میشه، که شرط اصلش اینه که لاجیک یا در واقع بیزنس اصلا توی لایه ویو اصلا آورده نمیشه، یا ترجیحاً مینیموم ترین حالت ممکنه لاجیک یا منطق نرم افزار توی قسمت ویو. مثلا تو اکتیویتی ها ما توی مموری MVC خیلی وقتا اکتیویتی مون میشه کنترلر، نقش کنترلر رو بازی میکنه و یه جایی لاجیک رو پیاده میکنه، ولی توی MVVM اینجوری نیست. ویو باید کاملا مستقل باشه از قسمت لاجیک. هندل کردن ایونت ها و منیپولیت کردن دیتا هم مسلما وظیفه ویو نخواهد. در مورد ویو مدل، در واقع ویو مدل یه جورایی نقش کنترلر رو داره. اگه بخوایم بازم مموری MVC مقایسش کنیم، نقش کنترلر رو داره که میاد دیتا رو از مدل دریافت میکنه و به در واقع اون عکسی که چند اسلاید قبل دیدیم میاد اون دیتا رو از مدل دریافت میکنه و به ویو ارسال میکنه. اینکه چجوری این کار رو میکنه، راه های مختلفی وجود داره واسهش، که اصلی ترینش پترن ابزرور و یا هر چیزی که اون رو پیاده میکنه هست، مثل حالا آریکس جاوا که ارائهش رو فکر کنم ارائه قبلی بود، درسته آریک شما؟ خیلی قبلتر. حالا تو یوتیوب هست، تو یوتیوب لاکت هست اگه برید ببینید، و توضیحات خوبی هم در مورد آریک شما، که اون هم در واقع میاد پترن ابزرور رو، پترن ابزرور یکی از چند تا پترن نرم افزاری هست که هستش که در واقع برعکس اون روش روتینیه که ما دیتا میگیریم. ما معمولاً اینجوریه که ریکوست میزنیم به یه سروری و هی واچ میکنیم یه چیزی رو که دیتا جدید به ما بده. ابزرور یه جوری برعکسه. ابزرور میگه که من تو به من بگو، تو یک بار به من سابسکرایب کن، به من مشترک شو و من بگو که میخوای آپدیت ها منو دریافت کنی، من اگه دیتا جدید داشتم به تو میدم. پترن ابزرور کلا اینجوری کار میکنه. ویو مدل هم اصلی ترین رایی که پیادش میکنن پترن ابزرور هست. در واقع ویو مدل یه ابزرویبله که ویو ها میشن ابزرورش، اگه بخوام توی پترن توی کود بخوام بگم، که ویو مدل رو با ایونت باز هم میشه پیاده کرد، ولی خب من دانش زیادی در موردش ندارم و خیلی توصیه نمی کردم، نمیدونم چرا، ولی خب اون جایی که چند جایی که من در موردش خوندم همه اینجوری بودن که ترجیحا سمتش نری، چون ابزرور و پترن ابزرور از کلاس ابزرویبل استفاده کنین یا آریک جاوا استفاده کنین بهتره تا اینکه بخواید از ایونت باز استفاده کنین. بیشتر میشه
بیشتر لاجیک اپلیکیشن توی قسمت ویو مدل هندل میشه و کاملا از ویو، چه حالا ویومون داینامیک باشه چه استاتیک باشه، کلا ایزوله است. در واقع هم از مدل ایزوله است هم از ویو، صرفا یه رابطه بینشون که از طریق حالا متد، از طریق پترن ابزرویبل ابزرور باشون ارتباط برقرار میکنه. یه مقایسه بکنیم حالا بین صحبت هم در مورد حالا معماری توضیح دادم در مورد سه تا بخش ام او وی و وی ام. یه مقایسه هم با ام وی سی داشته باشیم. اصلی ترین تفاوتی که ام وی سی و ام وی وی ام دارن از نظر من این مورد دوم، فول سپریشن آف یو آی اند لاجیک. اصلا دلیل اصلی که از بزرگترین ویژگی ها و صفات ام وی وی ام بحث سپریشنز آف کانسرنز، یعنی شما میاید خیالتون راحته که بخش مدلتون رو قرار مدل هندل کنه، بخش ویو رو قرار ویو هندل کنه و بخش ویو مدل هم یک انتیتی جدای برای خودشه. ولی تو ام وی سی اینجوری نیست. ام وی سی مثلا مدل سه دیتا داره برای خودش و کنترلر میاد هم توی یو آی دخالت میکنه هم جاهای لاجیک رو داره هندل میکنه. در واقع چند تا کار رو داره انجام میده کاملا، یعنی بخش هر لایه اپلیکیشن، نه نقش هر لایه اپلیکیشن مشخص نیست، به صورت یه قرارداد مشخص نیست، ولی تو ام وی وی ام کاملا سوای از هم و مدل رو هم توضیح دادم که مدل توی ام وی سی کاملا، یعنی واقعا مدل همون مدلی که توی طراحی پایگاه داده داریم، یعنی کاملا یه اسکیما صرفا، ولی توی ام وی وی ام اینجوری نیست. و ویو مدل هم شبیه به کنترلر با، ولی خب تو طبیعتشون با هم متفاوتن. در مورد تو وی بایندینگ هم توضیح دادم که در واقع کلا دو خطه، یعنی تو شما سرچ کنید استک اوورفلو ببینید که همین سوال رو سرچ کنید، جوابی که واسهتون میاد یه جواب دو خطیه. اگه ویو آپدیت شد، اگه ویو تغییر کرد مدل رو تغییر بده، اگه مدل تغییر کرد ویو رو تغییر بده. در واقع یه قفل دو طرفه که دو چیز به هم دیگه در واقع بایند میشن، پس قفل میشن به هم دیگه، چفت میشن. اصلا چفت شدن واژه خوبیه. دیتا بایندینگ لایبرری چیه؟ توی گوگل آی او 2015 گوگل معرفیش کرد. تو دیتا بایندینگ لایبرری یه لایبرری که میاد از در واقع با که با اون ویوی که ویو لیوت XMLی که شما درست کردید مثل یک شهروند درجه یک جاوا باش رفتار میکنه، یعنی کاملا میاد تمام پراپرتی هاش رو به صورت یه آبجکت، یک تایپ جاوایی واقعا باش رفتار میکنه. یعنی شما از داخل کد میتونید مستقیما در واقع مثلا فرض کنید یه تکست ویو درست کردید داخل فایل XMLتون، کاملا اون تکست ویو دیگه نیاز نیست یک دور هم داخل کلاس اکتیویتیتون در واقع اون ویو رو بسازید و حالا فایند ویو با ایدیش کنید، حالا چون میدونم هر کاری میخواید باش بکنید رو از طریق اون انجام میدید. در واقع اون کد هایی که ما برای اصلا گوگل واسه این اومد، خیلی ام وی وی ام اول تو ذهنش نبود، واسه این اومد دیتا لایبرری رو، دیتا بایندینگ لایبرری رو معرفی کرد که در واقع اون گلو کد ها، اون کد هایی که ما استفاده میکردیم که ویو ها رو بیاریم تو کلاس جاوامون، در واقع اونها رو میخواست حذف کنه و خب این کارو کرد. بعد دیدن ای میشه مثلا باش ام وی ام رو پیاده کرد. نه شاید هم توی ذهنشون بوده، با قطعیت نمیتونم بگم. کل قضیه اینه که ویو ها و لیوت ها در واقع یه آبجکت کامل جاوا هستن. خب بریم سراغ کد. این سورس رو من از یک آرتیکل مقاله توی medium.com حالا توی ریسورس ها آوردم و لینک هم بدم، اگه توی حالا بعد از اینکه تمام شده راه پی دی افش رو بدم از طریق اون میتونید کلیک کنید روش.
یا آقای از اسم یوسف حکیم مراکشی اگه اشتباه نکنم، و یه آرتیکل 4 قسمته در مورد MVVM داده که خیلی خوبه، توصیه میکنم حتما بخونیدش. من خودم از روی اون خوندم و این کد هم کدیه که توی همون ارائه توی همون 4 قسمت مقاله در واقع معرفی میشه و چون رو گیتاب بود و مجوزش رو میشد جوری بود که میشد در الان ارائه داد، من اول آوردم که اینجا با هم بررسیش کنیم ببینیم که یه نرم افزار MVVM چجوری کار میکنه. اول یه بیلد بگیریم ازش. ویژوالیوایز نداریم؟ خب ظاهرا نمیتونیم نمایش بدیم، ولی خب سورسش تو گیتاب هست، حتما میتونید دانلود کنید و کامپایلش کنید. توی هم مقاله که لینک دادم توی اسلاید ها میشید ببینید. این بازی تیک تاک تو یا همون ایکس اوی که خودمون بازی میکردیم، یه گرید 3x3 که شما اگه زده رو بزنید باید یک ردیف رو حتما پر کنید تا بتونید برنده اون بازی بشید. ما از قسمت مدل شروع میکنیم بررسی کردن. مدل ما قرار سه تا مدل قرار داشته باشیم. یه دونه سل هست که سلول در واقع هر کدوم از خونه های اون گرید 3x3، یه دونه که خود گیم هست و یه دونه یکی از مدل هامون هم پلیر. سلول رو میبینیم، کلاس سل بذارید اول از پلیر فکر میکنم شروع کنم بهتر باشه. پلیر رو میبینیم که یه نیم داره و یه ولیو که در واقع ولیو قراره همون ایکس یا اوی باشه که بهش نسبت داده میشه و یه کانستراکتور داره. و یه دونه گیم خواهیم داشت، گیم آخر سر میگم. پلیر که پلیر رو دیدیم، سلول هم قراره بگه که یه دونه پلیر داخل هر سلول قرار حضور داشته باشه و حالا خالی بودنش چک میکنیم. یه متدی داریم برای اینکه خالی بودنش رو چک کنیم که میبینیم میگم پوجو نیست با مدل امیس فرق میکنه. مثلا متدی مثل ایز ام تی رو ما داخل مدل های امیسی معمولا نمی نوشیم، تو کنترلر یا یه یوتیلیتی براش درست میکردیم، ولی خب اینجا میبینید که همینجا لاجیک رو نوشتیم. و گیم هم منطقش راحته، دو تا پلیر هستن و یه ماتریس دو بعدی که قراره یه چیز در واقع یه گرید 3x3 برای ما درست کنه و گیم رو میبینید که اینجوری کانستراکت میشه. بورد سایزمون هم که 3 هست، یعنی گرید 3x3 قرار داشته باشیم در نهایت. یه دونه متد داریم که ببین متوجه باشیم که گیم تموم شده یا نه و حالا برنده رو مشخص کنیم. و این هم سه شرط بردن بازی هستی که هست تری سیم دایگونال سل یا ورتیکال یا هاریزونتال، یعنی یا ستای عمودی یا ستای افقی یکی همه حرفشون، یا ستای عمودی یا ستای زبدری. حالا این ستا رو حالا با چک کردن اون ماتریس ها این کار رو انجام میدیم و یه متدی هم داریم برای اینکه وقتی که اون بردمون پر باشه، یعنی کسی برنده نداشته باشه. و یه متد هم واسه سویش کردن بازیکن داریم که حالا این لاجیک بازی هست، من خیلی واردش نمیشم، صرفا خواستم نشون بدم که لاجیک رو هم داخل مدل ما داریم در واقع پیاده میکنه. همونجوری که میبینید کاملا سپریشن آف کانسرنز، یعنی کاملا کاری که ما داریم میکنیم کاملا جدا میکنیم. اصلا چیزی که اینجا کاملا میبینید هیچ اثری از ویو وجود نداره، هیچ اثری از چیزی که حتی بخواد این رو وصل کنه به یه ویو هم وجود نداره، کاملا جدای از همه. بریم سراغ ویو مدل.
ویو مدل ما قراره یک چیزی که روش کلیک میشه رو وصل کنه به یک کلاسی که یه سری یه ماتریس دو در یه ماتریس حالا n در n داره و یه سری ولیو ها داخل اون به اصطلاح پر کنه. یه ابزرویبل اری مپ داریم ما، خب که در واقع همون سلول های ما هن که قرار در واقع روی اونها ابزرو صورت بگیره، در واقع ابزرویبل هستن اونها. و یه نم ابجکت گیم داریم و یه اینیشالایزر. و یه اینیشالایزر و یه متدی داریم آن کلیک سل ات. یه چیزی که من پیشتر گفتم توی ارائه، یه اصطلاح اشاره کردم برنامه‌نویسی رخدادگرا. تو برنامه‌نویسی رخدادگرا کلا جاوا اسکریپت، یعنی زبان‌هایی که شبیه جاوا اسکریپتن یا حالا کلا با یو آی درگیر هستن، اکثرا رخدادگرن، جوری که یه لوپی همیشه در حال چرخیدن هست و منتظره که یه اتفاق بیفته تا یه ایونتی رو تریگر کنه. و این متد ها معمولا با آن شروع میشن، یعنی مثلا وقتی که کلیک سل ات ایونت اتفاق میفته، واسه اینکه ما این ایونت رو هندل کنیم یه متد آن فلان می‌نویسیم. و در واقع ام وی ام یه پترن ایونت دریون، یعنی یه پترنی که شما کمک می‌کنه شما یه نرم افزار رخدادگرا رو بنویسید. البته نه اینکه ام وی سی و ام وی ام کارو نمی‌کنه، ولی خب ام وی ام فلسفهش در واقع فوکوسش رو اینه جوره. و میبینید که وقتی روی یه سل کلیک میشه، میاد میگه که حالا با اون سل چیکار کن و ولیوی اون پلیر رو ولیوی اون پلیر رو میذاره توی اون سطر و ستون که در واقع اون خونه رو پر کنه و چک میکنه اگه بازی تمام شده باشه بازی رو ریسیت میکنه یا حالا پلیر رو سویش میکنه میره سراغ بازیکن بعدی. این هم ویو مدل ما. بریم سراغ ویو. ویو همونجور که گفتم یه جور هم میتونه هم فایل XML ما رو جابر میشه، هم اکتیویتی ها یا فرگمنت های ما رو جابر میشن. خب خود اونها هم تو دلشون یه XML، یه لیوت XML هستی. این دوتا رو کار نداریم خیلی، یه دیالوگیه که اول بازی و آخر بازی نمایش داده میشه. اصل کار ما با اکتیویتی گیم هست و یه یعنی همچین شکلی، در واقع همون بازی تیک تاک توه دیگه که یه گرید 3x3 قرار تولید بشه. تفاوت اصلی که استفاده از کتابخونه دیتا مایننگ لایبرری در واقع وجود داره با حالا مدل سنتی اندروید اینه که تگ اصلی ما، در واقع تگ پرنت ما، تگ لی‌آوت هست. یعنی بلااستثنا باید ما یه کل چیزامون رو، کل پراپرتی هامون رو داخل تگ لی‌آوت بنویسیم که در واقع بفهمونیم بعدش که آقا این یک لیوتیه که بعداً قراره من میخوام از این توی دیتا مایننگ لایبرری استفاده کنم. با یه اکتیویتی میخوام اینو بایندش کنم و ازش استفاده کنم. یه تگی که داریم داخل لیوت تگ دیتا هست که در واقع میایم این فایل XML رو با یک کلاسی که از قبل تعریف کردیم و ویو مدل هست، در واقع ویو مدل اینجا چفتش میکنیم با اون کلاس ویو مدلی که ساختیم. فکر میکنم واسه دیتا بایندینگ، چفت کردن دیتا، فکر میکنم ترجمه خوبی باشه، چون واقعا در واقع میاد دو تا چیز رو برم دیگه چفت میکنم. و الان مثلا کاملا اندروید استودیو ساپورتش میده، الان من رو این کلیک کنم میفهمه که منظورم کلاس گیم ویو مدله و میره داخل اون کلاس. حالا من داخل این چی کار میکنم؟ یه توضیح بدم در مورد ویو. ویو یه گرید لیوته
که داخلش 9 تا تکست ویو هست و یه بک‌گراندی داره خود اون گرید لیاته که در واقع اون خطا رو بکشه و 9 تا تکس ویو هم باشه که قرار حالا یه ایکس مقدارشون یا قرار ایکس باشه یا قرار او باشه. به این دقت کنید، به این تکس ویو دقت کنید. اینجا ما یه آیدی بهش دادیم سل، حالا مثلا سرف سرف استایل بهش دادیم، حالا بک‌گراندش گفتیم این باشه. دقت کنید آن کلیکش، دقت کنید آن کلیکش مقداری که دارید میبینید شبیه به یک کد جاوا، یه لامدا اکسپرشن شبیه به کد جاوا. اینکه گفتم حالا چفت شدن دو طرفه، بایندینگ دو طرفه، تو وی دیتا بایندینگ، در واقع اینجا خودش نشون میده که میگه هر وقت ویو آپدیت شد سریعا بره مدل هم آپدیت بشه. اینجا دقیقا تو متد آن کلیک وسط ویو من یه خطی می نویسم که میام از متدهای ویو مدل استفاده میکنم. میبینید که گیم ویو مدل رو الان من کال کردم و از داخلش متد آن کلیک سل ات رو من کال کردم که حالا تو اینجا 0 و 1 چون اولین گرید، اولین خونه گریدمون هست، پایینتر مثلا 0 و 1 بعد 0 و 2 بعد 1 و 0 بعد همینجور الی آخر، همون ماتریس هست دیگه، همون ماتریس هست که توی مدل گیممون تعریف کردیم، در واقع یه آرایه دوبادی از سلول ها. و میگیم که تکست خونه حالا 0 و 0 این باشه. در واقع و کلن کد هایی که داخل ویو نوشته، داخل XML نوشته میشه با کتابخانه دیتا بایندینگ معمولا مثلا حالا به فرض با ات براکت باز براکت بسته نوشته میشه. حالا خب چون اون یه دونه بالا داشتم به من چیز میداد و اینجا من میتونم دقیقا شروع کنم تایپ کردم. میبینید که اندروید استودیو به من سادیسشن میده که از این رو میخوای و وقتی من دات رو بنویسم به من دسترسی میده به پراپرتی هاش که چه قرار باشه. این هم از XML مون. همچون که میبینید توی 9 بار ما این تکستی رو نوشتیم. حالا راه های افیشنت تری هست واسه این کار، ولی خب چون آرتیکل آموزشی بوده احتمالا ایشون تصمیم گرفتن که خب ساده رفتار کنن باش بهتره.